عرض سلام خدمت همه دوستان و همراهان گرامی. ایمان هستم، کوچ تحول، توانمندسازی، استراتژی، رهبری و همچنین مشاور کارآفرینی کسب و کارم. با یک لایو دیگه در خدمتتون هستم تا بتونیم از یک دریچه متفاوت به زندگی یک از فارسی زبانان تاثیرگذار دنیا نگاهی داشته باشیم. اگر صفحه من رو از قبل دنبال کرده باشیم، با فرایند لایو آگاه آشنا هستیم. اگر هم به تازگی به جمع دوستان من پیوسته باشیم، باید به این نکته اشاره کنم. ما در این لایو ها هدفمون اینه که مسیر رسیدن به اهداف رو از زبان ایرانی تاثیرگذار سراسر دنیا بشنویم. خیلی از این دوستان میگن که اعتقاد راسخ به مسیر و کاری که انجام میدن قابل اعتمادترین و محکمترین عصای دستشون توی روزهای ناامیدی است. قصد داریم از تلاش ها، ناامیدی ها، امید ها و انتخاباشون آگاه بشیم که میتونه تاثیر بسیار مطلوبی روی زندگی ما بذاره و ما رو روی مسیری که داریم ثابت قدم تر کنه. ممنون از اینکه ما رو دنبال میکنید و این لایو رو میبینید. سپاسگزارم. سلام، صبح شما بخیر. مرسی، صبح شما هم بخیر. مرسی. خواستم بگم شما پیشنهاد خوبی بود صبح و بذاریم این لایو، و دقیقاً برمیگرده به تجربه مدیریتی و برنامه هایی که داری، به خاطر اینکه نمیدونم دیدی یه سری کار رو یه سری ها انجام میدن بعد همه همونو فالو میکنن، یعنی مثلا این مود شده همه لایو ها رو شبا انجام میدن چون کاراشونو کردن و دیگه، ولی خیلی لایوی که ساعت 8 صبح باشه نبوده و من چقدر با این کار حال کردم. مرسی، خیلی ممنون. قربون شما، روزتون بخیر باشه. من جان خوشحالم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. خانم دکتر مارال یادعلو، اینک هم میخواهم که دکتر باشم، یعنی اگه اینک نمیزم دکتری معلوم نمیشد. جریان اینک هم میگید که چرا یه دونه مربع یه دونه دایره؟ من همه چیزایی که قرینه، من یه سری چیزایی که قرینه نباشن رو دوست دارم، مخصوصا تو دیزاینه، به خاطر اینکه ما هممون فکر میکنیم همه چی باید پرفکت باشه، همه چی باید کامل باشه، همه چی باید عالی باشه. مثلا دماغمون حتما باید اینجوری باشه، قیافمون حتما اونجوری باشه، جورابمون همش باید مچ باشه، یا نمیدونم. اینم یه چیزیه که واسه من هی یاداوری اینو میکنه که پرفکت بودن به این معنا نیست که همه چی طبق اون چیزی باشه که ما تو ذهنمونه. چون مثلا همه عادت دارن عینک باید شبیه هم باشه، گفته و تازه مدت خیلی طولانی هی من میرفتم این عینک فروشی ها میگفتم آقا من یه عینک میخوام، یکیش دایره باشه یکیش مربع. بعدم فکر میکنم طوری که به من نگاه میکردن گفتم خدا اینو شفا بده خوب میشه تا اینکه انقدر گوگل سرچ میکردم که مثلا عینک های عجیب غریب و فلان، بالاخره پیداش کردم بعد از 2 سالی که دنبالش بودم، فکر میکنم 1.5 سال پیش پیداش کردم. بله، عالی، درست. خوب ما مشتاقیم که شما بگین از کجا شروع کردید که به اینجا رسیدیم، و دوست دارم از زبون خودتون یه معرفی هم خودتون رو بکنید و یک بک‌گراندی بگید که همه مشتاقیم بشنویم. ممنونم. من خیلی سریع براتون میگم چون نمیخوام دوباره 39 سال زندگیمو براتون لحظه لحظه شو بگم. من اسمم مارال یادعلو هست، که خیلی براتون جای سواله من اصلا مال کجام. ببینید، من مادرم لاهیجانیان، پدرم مال یه جایی به نام آزاد شهر که نزدیک گنبده، ولی مال خود آزاد شهر هم نیست، یه کوچولو از آزاد شهر میرین اونورتر، یعنی 5 دقیقه میرین، یه جایی به نام ازارتپه که پر از خاطرات کوچیکی مونه، یه جایی کوچیکی که من پدر بزرگم اینا مال اونجا بودن. بعدش مادر و خانواده مادر در موو کردن یه جایی به نام کلارآباد. اکثرا هم کلارآباد رو به نزدیک امیردشته و خوشامیان اینا برای اون شهرک های ساحلیش میشناسن و که نزدیک موتل 10 سال کودکی میشه، ولی خب اولین 17 سال اول زندگیمو من شمال بودم، کلارآباد زندگی کردم، و چون مادر خیلی برای این معتقد بودن که بچه‌هاشو نمیخواد توی شهرهای بزرگ
بزرگ کنه. میگفت انقدر مشغله و این چیزا تو شهرهای بزرگ زیاده که من خیلی دلم میخواد بچه هام در طبیعت و با یه سری چیزای دیگه بزرگ شن. من خیلی مادر خاصی دارم. بعد دیگه ما اونجا کلاروات بزرگ شدیم، همونجوری هم که توی لایو ازم بپرسن میگن، به خاطر این خیلی تصورشون اینه که باید از خانواده خیلی پولدار بیان، باید از یه شهر بزرگ بیان، باید از یه جایی بیان که انقدر امکانات زیاده که همه چی براشون فراهمه. واسه همه من اینا رو با یه سری جزئیات میگم که بدونین اگر بخواین بکنین، از این چیزهایی که همیشه تو ذهنتونه و همیشه میگین این باید انجام بشه اون باید انجام بشه، واقعا حتما بودن نیست. بودنش کارو خیلی راحت تر میکنه، ولی اینجوری نیست که بگین اگه نباشه نمیشه. این کلاراباد داستان ما که شهریه که من تو 10 سال بزرگ شدم 100 متره از اولش تا آخره. دادم یاد ما میرفتیم دو چرخه بازی میکردیم، یه 10 دور دو چرخه میرفتیم میشد 5 دقیقه. بعدم این که تو این شهر کوچیک هم همدیگر رو میشناسن، یعنی مثلا سلام آقا موسا دو تا نون بده، حالا شما یه کوچیک سبزی بده، یه همچین چیزی. اونجا باعث شد که ببینید من موقعی هم تو شمال بودم، تالوت مدرسه میرفتم، همه کسایی که ازشون میپرسیدن بچه کجایی، همه بچه تهران بودن. البته یه چیزی که من نمیدونم چرا تو جاهای کوچیک ما هممون میخوایم بگیم ما مال تهرانیم. شما یه جایی میگفتم همه شما که اینجایین مال تهران و فرشته و نیاوران و ایران، الان یعنی تهران فرشته خالی از سکنه است، یعنی هیچکی دیگه اونجا نیست. این یه چیزیه که نمیدونم، الان نمیدونم، من اطلاعاتی که دارم بهتون میدم ولی 17 سال 20 سال پیشه که اونجا بودم. خلاصه اینا داستانهایی بود که حالا اون موقع بود و چه جوری بود. من با یه طرز فکری بزرگ شدم و اونم مادر بودن که این طرز فکر رو بهمون دادن. اونم این بود که هیچ چیزی تو این دنیا غیر ممکن نیست. یعنی این که شما اگر بخواید به ماه برین یا هر کار دیگه ای هم بکنین غیر ممکن نیست. دوران 17 سال که تموم شد رفتم تهران، مدیریت بازرگانی خوندم و از اونجا تصمیم گرفتم که از ایران خارج بشم و برم برای فوق لیسانسم. خیلی مثل همه کشورهای مختلف رو چک کردم. خیلی مثلا میگفتیم که برنامه اولا میگه که بیام انگلیس، انگلیس رو چک کردم. بعد دیگه براتون بگم که مثل همه کشورهای مختلف رو چک کردم. من یه استاد دانشگاهی داشتم که میگفتش که بهش گفتم که من دارم میرم دنبال اینو میکردم که برم یه جایی برای فوق لیسانسم، و این برگشت رو من گفتش که چرا به هند فکر نمی کنی؟ منم موقعی که 9-10 سالم بود، دقیقا حالا سنش دادم نمیاد، مامانم همیشه مامانم رفته بود هند، چون مامانم همیشه عادت داشت که یک ماه در سال پول پشتیش رو جمع کنه و بره بر سفرهای خودش. میگفت من 11 ماه سال مادرتونم، یه ماه سال مال خودمه که زندگی کنم و برم. یه بار از این جایی که رفته بود هند یه سری ویدیو تو موقع نبود، یه سری عکس اینا آورده بود و چاپ کرده بود و زده بود به دیوارای خونه، و این همیشه تو ذهن من اون صحنه ها و اون جاها و این چیزا بود. این معلم که برگشت گفت چرا هند نمیری، انگار دقیقا پازل به هم چسبید. گفت که مثلا دقیقا. و یه جوری هم بود که من یه تایمی از زندگی بود، البته اون موقع یه ذره کمتر مود بود، بعدا یه ذره بیشتر مود شد. ما ها همه جز این دسته خاص ها بودیم که سر صبح مدیتیشن میکردیم و یوگا میکردیم و خیلی همون هم نمیدونستیم چیه، فقط میدونستیم موده همه مثلا باید این کار کنن. اون برنامه ها من خیلی هند برام جالب بود به خاطر اینکه میخواستم برم دنبال همین کارا و یاد گرفتن و خیلی مسائل متافیزیکی، و تو خونه ما هم همیشه بحث کتاب و کتاب خوندن و چیزهای جدید و اینا همیشه مود بود. دیگه من به مادر گفتم میخوام برم هند. گفت فکراتو بخون، با چیزی که تو کتابا و داستانا میبینی هند متفاوته، جمعیت خیلی بالا، مردمای خیلی مهربون، ولی جمعیت بالا باعث میشه خیلی چیزا طبق استانداردات نباشه. فکرمو کردم و برگشتم گفتم نه من میخوام برم هند. مادر یه کوله پشتی برداشت با یه دونه کیسه خواب به من داد، گفتش یه کار خیلی خوبی تو زندگیت کردی که این پاداشت اونه، برو و یاد بگیر. این آغاز سفر هند من بود که من پا شدم. ببین اون موقعی که من میومدم هند تو جمع دوستان و کسایی که
بودیم و میگشتیم و مثلا ما بچه با حالا بودیم، اینم حتما من باید ذکر کنم چون خیلی اون موقع مهم بود که بچه با حال باشیم. کنم الان هم هست آن معیارا فرق کرده و نمیدونم که چرا یه عده‌ای میان یه سری معیارا میذارن میگن اینا معیارای باحال بودن. منم البته اینو شوخی کردم، من هیچ‌وقت اون معیارا نگفتم و همش تنها چیزی که میگفتن میگفتن اون خاصه، یعنی نمیتونستم بگم بده، نمیتونستم بگم دقیقاً تعریف بذارن روش. خلاصه لطف میکردن و ما رو میذاشتن تو دسته خاصا. اون موقع این بچه‌ها و دوستا و اینا همه میگفتم واه هند، چرا هند، هند کثیفه، آخه هندم جا شد، هر چی دلشون میخواست میگفتن. من یه جورایی ببین وقتی که ته دلت یه چیزی رو میخوای و یه حسی بهت میگه کار درسته، اون حس تو باید بهش احترام بذاری و بری و حالا رفتنم ممکنه نباشه اون کار رو انجام بدی. من تصمیمم گرفتم و رفتم هند و چقدر تصمیم خوبی بود، به خاطر اینکه من اگر هر کشوری توی دنیا بودم ممکن بود اینی نباشتم که الان هستم. البته الانم اینی که هستم اینه عجیب غریبی نیست، ولی اینی که هستم اینیه که به چند تا از آرزوهاش رسیده و میدونه که میتونه به آرزوهای دیگرش هم برسه. خب شما اگر این توضیحات کافی بود، البته فامیلیم هم که میبینین یه پتریک بهش آویزون شده. من در حالا جریان سفرم رو میگم، من در سال 2017 ازدواج کردم و شوهرم انگلیسیه، فامیلیش پتریکه و اینجا موقعی ازدواج میکنی فامیلی شوهرت رو میذارن روی فامیلی خودت. البته حق انتخاب داری، ولی من از این کار به نظر من کار خوبی بود، به خاطر اینکه خونواده کلش یه فامیلی داره. ولی تنها کاری که نکردم این بود که من فامیلی خودم رو حذف نکردم، چون احساس میکنم اون آیدنتیتی منه برای 30 خورده سال، اون موقع یادم نمیاد 37 سالم بودم چه چیزا، ولی فامیلی الان استثنال من مارال یازرلو پتریکه نقطه. عالی. در مورد سفرتون گفتی که در واقع مارال جان 64 کشور دنیا رو سفر کردن با موتور BMWشون و 7 قاره رو رفتن. من یه سوالی میپرسم که تو دلش قطعا سفرتون هم هست، یه ضرب المثل در موقع هست میگم بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. مارال قبل از اینکه بره سفر با مارالی که دنیا دیده شده چه فرقی میکنه؟ خیلی سوال خوبیه، به خاطر اینکه من خودم این روزا خیلی بهش فکر میکنم، به خاطر اینکه مخصوصا تو شرایط حاضر کرونا و اتفاقایی که میفته. تازه اتفاقا اینو داشتم واسه دوستم دیروز میگفتم، میگفتم توی شرایط سخت و اتفاقایی که میفته انقدر از برخورد خودم راضیم با مشکلات، حالا اسمشو مشکلات هم نمیذارم، با اتفاقایی که میفته انقدر از بینشی که پیدا کردم راضیم که فکر میکنم بهترین کاری که تو زندگیم کردم این سفره بوده. ببخشی هم از پاد خارج میشم، کافی رو میذارم و برمیگردم. قبل از سفرم منم یه آدمی بودم مثل همه، دنبال رسیدن به آرزوهام به هر قیمتی، کار کنم 12 تا 14 ساعت، همه یه هدفم اون باشه. و آرزو و هدفم و یه خاصیتی که دارن اینن، ما هر کدومشون رو بهشون میرسیم یادمون میره که ما چقدر اون هدف رو میخواستیم. همین که بهش میرسیم انگار رسیدن به اون هدف از شروع اون فکر و فعالیت تا موقعی که به اون نقطه برسیم، ما هیچ وقت به خودمون حتی اجازه نمیدیم به اون هدفمون رسیدیم و اون هدفی که انقدر دنبالش بودیم حال کنیم. حالا اینو مثال میزنم بعد وارد بحث موتور و خودم میشم. مثلا من همیشه دلم میخواست بچه داشته باشم و مادر شدم. اصلا من از دوران دبیرستان که توی کارآموزی توی مدرسه زمان راهنمایی میگفتن جوراب کانوایی به بافی، من برای بچه هم میبافتم. و موقعی که بچه دار شدم انقدر که درگیر مسائل و چیزهای مختلف بودم اصلا یادم رفت من چقدر همچین چیزی رو میخواستم. یه روزی به خودم گفتم ببین وقتی که، حالا این یه مثالشه تو همه آرزوهای دیگه هم همینه، به این به خودم گفتم من که این همه یه سری چیزا رو میخواستم وقتی بهش رسیدم حداقل باید
اون وقت رو به خودم بدم که ازش لذت ببرم. یکی از چیزهای دیگه که داشتم گفتم برگردیم سر بحثمون در مورد اینه که مثلا مثل همه میخواستم کار کنم، میخواستم پول در بیارم، میخواستم همه چیزها رو دونه دونه برای خودم داشته باشم. مثلا موقعی که کار میکنی اول میخوای حقوقت بره بالاتر، میرون حقوق بالاتره، بعد حقوقت بالاتر میشه شروع میکنی چیزایی که خیلی دلت میخواد میخری و یه سیری داره. مثلا یه سری آدما دوست دارن یه سری چیزای ظاهری، منم خیلی دوست دارم، نمیدونم چیزای گرون قیمت، طلا جواهر، کیف اون، کفشم. بعد اونم که انجام میدی یه تایمی میگی خب الان مثلا من دلم میخواد یه خونه بزرگتر بگیرم، میری سراغ خونه بزرگتر، بعد ماشین، بعد موتور، بعد مال واسه من موتور. این یه چیزیه که انتها نداره. یه جایی از زندگی اگه به خودت توجه نکنی و شروع نکنی خودتو دیدن، یه سری معانی زندگی برات از بین میره. مثل اصلا دلیلی که ما اینجا هستیم چیه، اصلا شاد بودن یعنی چی، یعنی پول بیشتر در آوردن. خب من که این همه پول در آوردم، چرا خیلی از موقع ها میشینم به خودم فکر میکنم میبینم خب من شاد نیستم. شاد بودن توی ارتباطه، پس من ارتباط داشتم، دوست داشتم، ارتباطهای عاشقی داشتم، پس چرا هنوز فکر نمی کنم شادم؟ این سوالا که شروع میشه سوالاییه که یه عده میکنن زیر فرش، یه عده میگن نه حالا بیا بچینیم ببینیم داستان چیه. من از اون عده دومیام. من اصولا از گذاشتن تمام این چیزا زیر فرش، حتی همین الانشم لذت نمیبرم، چون میدونم انباشته میشه، از یه جای دیگه میزنه بیرون. همون موقع من تصمیم به یه جای زندگیم رسیدم که اون نقطه بود که فکر میکردم خب اون موقع سفر زیاد میرفتم، 64 تا کشور اون موقع رفته بودم با کوله پشتی. فکر کردم که خب بعد از مثلا کشور 20 30 من به این نتیجه میرسی که آسمون همه جا آبیه و یه رنگه، و میگفتم خب من سفرم رفتم. من در هندوستان MBA و دکترای مدیریت بازرگانی گرفتم، دکترام هم گرفته بودم. بماند که مامانم زنگ زد گفت دختر گلم برنامه برای فوق دکترا چیه؟ میگفتم مادر صداد قطع شد اینجا سیگنال بده. البته الان خوشبختانه یه مدتیه به خاطر جریان کرونا من این جمله رو نشنیدم، ولی اصولا گفتم خب من دکترام هم گرفتم، خب برای یه چیز درسی، جایگاه درسی جایگاه خوبیه، کار خوب. در هندوستان من بعد از سالهای سال که کار کرده بودم شدم هد دو تا دپارتمان مارکتینگ و ریتیل و وایس پرزیدنت یکی از بزرگترین کمپانی‌های هندوستان بودم که حتی میگفتن چهارمین بزرگترین کانستراکشن کمپانی هندوستان و یکی از بزرگترین ها در آسیا و خاورمیانه. تجربه کاری فوق‌العاده عالی و 12 سال برای این کمپانی کار کردم. یعنی بعد از 12 سال هد شدین دیگه، یعنی از لایه‌های پایین‌تر شروع کردین؟ بله بله، من شروعش منیجمنت ترینی بودم، یعنی از اونایی بودم که هر کی هر زوری می‌خواست بهش میگفت اون ایمیلو بزن، اون کارو بکن، اون کافی رو واسه خودت ریختی، کافی من چی شد؟ من از اینجا شروع کردم. نمیدونم هر کی تیکه گیرش میومد بار میکردن، بعد اجازه میدادم به خودش نظر بدم برای مدل بود همه چی. اون البته موقع 23 سالم بود و بعد منیجمنت ترینی برای پروژه دکترام شروع کردم. پروژه دکترا رو که میخواستم شروع کنم باید توی کمپانی کار میکردم، توی این کمپانی کار کردم و اینجا شانس بود، چون موقعی که داشتم کار میکردم واقعا نمیدونستم دارم یکی از بهترین کمپانی ها رو مشروع میکنم کار کردم. بعد شدم یه منیجر که منیجر معمولی بود، بعد همینجوری مرحله به مرحله. فقط تنها چیزی که داشتم این بود برام مهم نبود دارم الان یه ایمیل مینویسم یا رئیسم به من میگه که نمیدونم اون کار انجام بده، یا نمیدونم توی میتینگ نشستم نوت برمیدارم. با این که من موقعی دانشجوی دکترا بودم در سن 23 سالگی من بالاترین رتبه تحصیلی رو اون کمپانی داشتم، یعنی من موقعی چون دکترا یه چیزی نیست که توی بیزینس حالا برن دکترا بگیرن، کسایی دکترا میگیرن که بخوان برن استاد دانشگاهشن یا تدریس کنن یا کار دیگه، وگرنه تو بیزینس خیلی دکترا احتیاج نیست.
و مخصوصا خارج از ایران وقتی دکترا داشته باشی حقوقت از یه چیزی سختی میره بالاتر که خیلی نمیخوان داشته باشن، چون ما همون لیسانس. آره، واسه همین من از نظر تحصیلی در سن 23 سالگی خیلی یعنی تنها کسی بودم که داشت دکترا میخوند دیگه، ولی واسه اینها هیچ چیزی برام بعد یا آقا حالا کار من نیست نبود، چون من میدونستم اونجا هستم که یاد بگیرم. اینا رو میگم در هوش در پوچه و حوالی سوالتون میگم به خاطر اینکه برای دوستان، مخصوصا دوستانی که سنهای پایین تر هستن، خیلی مهمه که بدونن ما یه چیزی تو فرهنگمون داریم که فکر میکنیم قرار محیط کار بشیم میان میگن آقا شما مدیر عاملی از اونجا شروع کن، یا فکر میکنن که آقا شما الان قرار رئیس باشی از اینجا شروع کن. نه بچه، اصلا همچین چیزی نیست. و خیلی آخر داستانو میبینن که گلمنگولیه، اول داستان اصلا گلمنگولی نبوده. این داستان کسی نمیبینه دقیقا. و بعد که حالا دکترا رو گرفتم و مثلا 23 سال و 5 سال بعدش 27-28 سالگی دیگه بعد از کارم و اینا بودم، 5-6 سال کار کرده بودم، شدم هد یه دونه دپارتمان، بعد شدم هد یه دونه دپارتمان دیگه. من یه چیز خیلی خوبه دیگه ایش که تو محیط کاری داشتم، من خیلی تعریف از خود نباشه، دیدی هرچی هم میخوان بگن میذارم توی گیومه تعریف از خود نباشه، یعنی دقیقا داره از خودش تعریف میکنه. خیلی تعریف از خود البته نباشه ها، ولی من خیلی تیم ورکم خوب بود، یعنی توی خیلی و تو گروهی که بودم، یعنی سرپرست اون تیم، یه تالنت لیدرشپ خیلی عالیه. خیلی به خاطر اینکه خیلی مهمه، یه چیزی که به همه توی آدمای تو تیمم میگفتم، میگفتم ببینین ما بیشترین تایم رو با هم میگذرونیم، چون ما ساعت 9 صبح میایم سر کار، شماها که 6 و نیم میری، من تا 10 شب سر کارم، ما این تایم رو با هیچ کسی دیگه نمیگذرونیم، نه مامان بابامون، نه شوهرمون، نه دوست پسرمون، نه بچه‌مون، نه با هیچ کسی دیگه. پس بیاین این تایم رو یه جوری بگذرونیم که هر روز صبح که از خواب پا میشیم با عشق و علاقه بیایم سر کار. اگر یه چیزی بینمون باشه حالمون رو بد کنه، ما تمام زندگیمون رو داریم از دست میدیم، چون شما 2/3 زندگیتون رو سر کارین و ما تو یه تیم هستیم. این خیلی ساده بود و یه چیزی که توی من بود حرف زدن بود، هر کی اجازه داشت حرف بزنه بیاد نظرش رو بگه، و این باعث شد که اصلا به من یه دونه از این بیل بیلک ها بدن با ستاره روش بشیم اصلا تیم برتر سر کار. بعد یه تیم دیگه به من دادن، تیم مارکتینگ، برنامه های مارکتینگ این کمپانی رو انجام بدم. من موقعی که داشتم کارمو میذاشتم میرفتم وایس پرزیدنت این کمپانی بودم. این توضیح ها رو دادم که بگم از نظر کاریم به یه جایی رسیده بودم که واقعا فکر میکردم جایگاه خوبیه تو این اجتماع، ولی هنوز اون خوشحالیه و یا فکر کنم همه چی عالیه نبود. تصمیم گرفتم برم و یه تایم طولانی رو با خودم بگذرونم، یعنی به جایی که این همه دور برم مشغله باشه و این باشه اون باشه، به این فکر کنم که مارال چی میخواد واقعا. الان 37 سالشه، میخواد بعد این 37 سال هنوز ادامه بده، بگه میخوام شدید کار کنم پول در بیارم، میخوام نقاش باشم، میخوام من برند دیزاینم در سال 2012 در پاریس لانچ کردم، چون یکی از آرزوهای بچگیم بود که برند خودم رو داشته باشم. یه دونه ورکشاپ هم زدم همراه با کارم، این کارم هم انجام میدادم، یعنی من ساعت نمیدونم 8 شب 9 شب هر موقع کار آفیسم تموم میشد تازه میرفتم استودیو شروع میکردم دیزاین کردن. بعد من توی پرانتز باز کنم، چون میدونم هنوز برند دیزاینتون رو دارین، یه خورده در مورد اون اشاره کنید، چون الان دارم میپرسم اون پایین. مرسی از شما. مچم دیزاینم همونجوری که گفتم آرزوی بچگیم بود که این دیزاین رو داشته باشم. رفتم میلان یه کورس چند ماهه ورداشتم، مرخصی گرفتم رفتم، این چند ماه هم 3 ماه بود، دو ماه خودش 3 ماه رفتم میلان یه کلاس دیزاین خودم ثبت نام کردم، اونجا زندگی کردم، یاد گرفتم. قبلش داشتم ورکشاپ همو، به خاطر اینکه من فکر میکنم دیزاین، هنر، نقاشی، همه اینا یه چیزاییه که تو وجود داری، فقط باید یاد بگیری و توی یه قالب درستش قرار بدی.
نقاشی میکردم. نقاشی ها من بیشتر تکچر و رنگه، یعنی فرم و یعنی بافت و رنگه و همونم تو دیزاینم میدونم. بعد که از میلان برگشتم دیگه برندم رو لانچ کردم پاریس و شوهای مختلف جای مختلف داشتم، دبی، بعد لندن فشن ویک بودم، بعد کن، بعد نمیدونم پاریس و میلان و روم شوکیس کردم جای مختلف. و اینم چیز بود، اینم بخشی از اون کاری بود که خیلی دوست داشتم. ببینید دلم میخواست بدونم من میخوام این مارال دیزاینره باشم. آقا مثلا میخوام مارالی باشم که خونه است، میخواد نمیدونم قرمه سبزی درست کنه برای خانواده‌اش. ببین و همیشه فکر میکردم من قراره که یه دونه باشم، من همه اینا میتونم باشم، فقط بلد نبودم که چقدر از هر کدوم باید باشم. چون انرژیمو میذاشتم رو کار، دیزاینم رو واسه ساعت 10 شب میرفتم تا 2 صبح کار میکردم، بعد میدیدم خب من زندگی برام نمون. بعد همیشه خیلی برام مهم بود که ورزش کنم، تیمای مختلف بودم تو ایران، روزی یه ساعت و نیم 2 ساعت ورزش میکردم، تنیس میرفتم، گلف میرفتم، شنا میکردم. بعد این قسمت قضیه مهم بود. بعد خیلی هم آدم معاشرتی بودم، دلم خواست دوستامو ببینم، سمینارهای مختلف. من 16 تا بزرگترین سمینارهای دنیا رو شرکت کردم در زمینه ریتیل. و من موقعی که 25 سالم بود در سمینار لاس وگاس سخنگو بودم برای بازار بازرگانی برند و ریتیل هند توی پنلی که همه کسایی که اونجا بودن 50-60 سالشون بود. بنابراین برای من اینم خیلی خوب بود که هر روز یاد بگیرم، هر روز برم. بعد یه آخرش تنها کسی که براش وقت نداشتم مارال بود. یعنی سالها بود من با این مارال حرف نزده بودم که آقا شما اصلا چی دلت میخواد از زندگی، اصلا برای چی اینجایی اینقدر. بعد این باعث شده بود روی طرز فکرم و برخوردم با محیط اطرافم خیلی اثر بذاره. یعنی هر چیزی، هر کی یه نظری میداد که برخلاف نظر من بود و برخلاف این راهی بود که من دارم میرم، اصلا بینش اینو نداشتم که سکوت کنم بشنوم. سری برمیگشتم گفتم نه، زندگی خودم، کار خودم، مال خودم، و فکر میکردم این دقیقا مدلیه که من باید مثل یه جنگجو برم برسم. خب اینا رو همه رو دارم میگم، اینا همه چیزهایی بود که در طول مسیر خیلی همونم انجام میدیم. الان تنها کاری که ممکنه انجام ندیم اون چند دقیقه وقتی که باید بذاریم بگیم مارال. حالا شما اسم خودتون رو بگیم، به خودتون نگیم مارال، مثلا بگین هر اسمی که داریم، مثلا بگین اصلا من به خودم گفتم خب مارال الان این کاری که کردی رو در موردش فکر کن. من اون وقت رو برای فکر کردن و سوال پرسیدن از خودم نداشتم. تصمیم گرفتم همه زندگی رو استاپ کنم و نگم، به خودم نگم آقا من میخوام کی بشم، چی بشم، چی کاره بشم. گفتم این تایم رو من به خودم بدم، برم هر تایمی که میگذره این وقت رو با خودم بگذرونم، یه سری سنگا رو با خودم وابه کردم. و این کار رو کردم برای من یک سال و نیم روی موتور. حالا چند ماه بعدش که برگشتم، چند ماه قبلش، یعنی کلهم این دو سالی بود که میگم مدیتیشن کردم و مراقبه. یعنی برای من موتور سواری دور دنیا و سفرها و حالا داستاناش و اینا همه چی بوده، ولی برای من این دو سال مراقبه بوده. موقعی که برگشتم دوباره یه تایم طولانی طول کشید که حزم کنم کارهایی که کردم همه چی. ولی مارالی که الان هست مارالیه که خوبی و بدیاشو پذیرفته، مارالیه که فکر نمی کنه همه چی باید مطلق باشه، مارالیه که با یه چیز کوچیک هیجان زده خیلی زیاد نمیشه، با یه غم کوچیک اونقدر ناراحت نمیشه که مسیرشو گم کنه. یه جورایی این خودشناسی و یه بالانسی، تعادلی برقرار شده. اینم بگم هنوز فکر نمی کنم، من هنوز خیلی راه دارم، جا دارم، چون فکر نمی کنم که من باید 100% باشم، ولی فکر می کنم من هر روز میتونم بهتر باشم. چون خیلی هم فکر می کنم بهترین 100% من اون رو ندارم، چون فکر نمی کنم، چون یه چیزی از نظر من 100% از نظر شما ممکنه 50% باشه، از نظر دیگه 70%. همیشه این درصد دادن ها نسبیه. من فکر میکنم باید 100% باشم، ولی فکر میکنم که من هر روز جا داره.
یه چیز یاد بگیرم. اصلا خودم رو سورپرایز میکنم با یه عکس عملی که نشون میدم که میگم خب این قسمت رو الان من باید در موردش فکر کنم چون الان زده بیرون من اینو ندیده بودم. این مارالی که الان میبینیم مجموعه همه اوناست و من چقدر خوشحالم که اون راه رو رفتم که الان بتونم متفاوت بودنش رو ببینم. نقطه نقطه بالی بود. حالا همینجا که هستیم موضوع سفر که هست، اولین بار که نشستید پشت موتور چه حسی داشت؟ اولین بار فقط میخواستم خودم رو ثابت کنم و میخواستم، ببخشید این جمله رو به کار میبرم، یک تو دهنی به دوست عزیزم پیمان بزنم که به من گفت از رو موتورم پاشو، تو که تا حالا تو عمرت موتور سوار نشدی پاشو. راست اصلا من نمیخواستم رو موتورش بشینم و من فقط تکیه داده بودم داشتم استراحت میکردم و اینم به انقدر به هم برخورد برای اون غرور جریه دار شدم. من نشستم رو موتور فقط بهش گفتم بهت ثابت میکنم هر کاری که بخوام میتونم انجام بدم، دنده کدومه، نمیدونم گاز کدومه، این کدومه. و بعد موقع که نشستم یه چند صد متری رفتم، حالا یک کیلومتر هر چقدر بود، خیلی احساس خوبی بود و اصلا از اونجا اعتیاد من شروع شد. و اینم بگم چند تا آدمایی بودن که به من واسه موتور سواری به من خیلی کمک کردن و یادم دادن. داداشم میلاد، پیام، پیمان، این همونی بود که موقعی که با سینا برنامه داشتم گفت همه دوستات که دارن همه پی. و من توی این سفر دور دنیام رفتم داداشم استرالیا دیدم، رفتم پیش پیمان که اسپانیاست و اصلا اجازه ندادم به موتورم بشینه، به هیچ عنوان نذاشتم دست به موتورم بزنم که بوغ اصلا. پیام که اونم بوداپسته رفتم اونم دیدم، اونم بوداپستیس پراگ، اونم دیدم. من تمام کسایی که خیلی کمک کردن من موتور سوار بشم رو رفتم تو این سفر دیدم. این اولین حس موتور سواری من بود که اصلا چی شد من رو موتور نشستم. بعد دیگه خوشم اومد و ادامه دادم و اولین موتوری هم که من خریدم که به نام خودم بود موتور هارلی دیویدسون بود. میدونم بچه ها از چیزه کوچیک شروع میکنن، من خیلی اون چیزو نمیدونستم حالا موتور سوار میشه اول باید گازی باشه. من سری رفتم اولی موتورم 1200 سی سی بود. بچه ها بود دوستان و دخترهای همیدن سی سی چیه رو موتور اصلا چیز مهمی نیست، منم نمیدونستم. من فکر میکردم یه چیزی که همه میگن، منم تکرارش میکردم. ولی بعد فهمیدم که این سی سی قدرت موتورته که میشه چند اسب بخار. 1200 هم خیلی خفنه ها، یعنی من شما اینجوری برداشت نکنید، خیلی خفنه. بعد اون اولین موتوری بود که داشتم و اولین سفری هم که با موتورم داشتم. موتور رو با بمبئی خریدم، باهاش اومدم خونا که 200-200.5 فاصله بود. البته با موتور بیشتر بود، ما بین وای نیستی و اینا. فکر کنم مثلا یه 3 ساعت طول کشید مال من. موقعی که رسیده بودم خونا فکر میکردم من قهرمانم، یعنی فکر میکردم من الان یه کوه رو از یه جای جابجا کردم گذاشتم جای دیگه، طوری راه میرفتم که انگار مثلا من الان یه جایی رو فتح کردم. این اولین حس موتور سواری من بود و نه خودم نه هیچکی نه هیچکی تو این دنیا فکرشو نمیکرد که من از اونی که از موتورم پیاده شو بشم اینی که 64 تا کشور رو با موتور رفته باشه. نقطه. خیلی عالی بود. من میدونم شما دارید مستند زندگیتون رو میسازین و درگیرمون هستین الان و این کار خب هیجانش کمتر از هیجان جهانگردی و سفر به دور دنیاست. الان حس رضایتتون چجوریه نسبت به کارتون؟ ببین نمیتونم بگم چیزه حس هیجانش کمتره. البته چرا توی معیارای هیجانش کمتره چون وقتی داری سفر میری اتفاقی که میفته. این مستندسازی یه چیزیه که خیلی دوست دارم بقیه همه این چیزایی که الان ما داریم در موردش حرف میزنیم و به زبانهای مختلف و یه مقدار با پیازداغ بیشتر بشنون و صرفا به این خاطر نیست که حالا
داستان من باشه. من حتی مشکل با این قضیه ندارم که اسمم برداشته بشه و این داستان گفته بشه، چون خیلی از ماها تصویر سازی میکنیم، شبیه سازی میکنیم، میگیم خب اگه یکی انجام داده پس منم میتونم. من میخوام این اتفاق برای همه بیفته. و خیلی از موقع جالبه، موقع من هارلی میروندم، من توی مدت کوتاهی شدم خفن ترین هارلی سوار هند، به خاطر اینکه 1000 کیلومتر در روز میرفتم، 1500 کیلومتر در روز میرفتم، تمام ایونت های هاگ رو شرکت میکردم، بعد از من استفاده کردم برای تبلیغ هارلی دیویسون در هندوستان. و یه تو گنگ خیلی براشون جذاب بود، با کت شلوار و پاشنه و تو میتینگا و اینا، و یهو سویچ میشد میرفت توی یه دونه لباس موتور سواری. هم همیشه هم کثیف مسیح بودم، چون انقدر که هند چاله و چوله و بارون و گرد و خاک داره. و من فقط به همه میگفتم هیچکی این دوتا تصویر رو نباید بفهمه که یه دونه آدم هستن، چون من خیلی متشخص میرفتم سر کار، میتینگامو انجام میدادم، میومدم بیرون مینشستم رو موتور، علامت های دستی به کامیون سوارا میدادم، بعد جهنم کردم، صدامو بالا میبردم، خوشم که قربونه به همه زبونا، فارسی و انگلیسی و هندی و همه چی. گفتم این دوتا رو اگر یکی کنار هم بذاره و بفهمه اینا یه آدم هم، تموم میشه کار اون شخصیتی سر کاری من، تموم میشه. و این داستانی بود که من خیلی دلم میخواست همه بشنون که بدونن. این چیزی که برای من تو مستندی دارم میسازم خیلی مهمه، و این یه چیزه. باید که کاری دیگه که این مستند داره با من میکنه، یه جورای انگار مرور زندگیمه. خودم بحث کردم داستان، مثلا موقعی که با دایرکترم دارم صحبت میکنم یا مثلا با آدم های مختلف یا گروه های مختلف حرف میزنم، چون این مستند حالا ادامه داره تا موقعی که انجام شد، چون خیلی لایه‌ها داره، خیلی چیزا باید در موردش مبحثا باید باشه. و ازم سوالایی که میپرسن منو میبرن یه جایی که احساس میکنم یه تایمی دوباره میرم تو اون فضا. خیلی از مقام فضاش فضاهای خیلی شاد و فضاهایی اینی نیست که بگم او فوق‌العاده است. احساس میکنم سطح انرژیم پایین میاد، احساس میکنم که رفتم دارم یه سری چیزا رو میگردم و پیدا میکنم. تنها چیزی که داره اینه که تا یه حدودی یه کنترلی رو ذهنم و احساساتم دارم که باعث نمیشه برم پایین و بگم آخ نه. به عنوان یه تجربه به همش نگاه میکنم و باعث میشه که خیلی قدر چیزایی که بعدش به دست آوردم رو بدونم و به خودم یادآوری بشه اون قدم آسون نبوده. این مستند داره همه چیزها رو دونه 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 برای من یادآوری میکنه، و این مستند به نسبت اون روز و اون مبحث منو میبره توی دنیای دیگه. ببین همیشه میگن تو گذشتمون یا دنیای گذشتمون رفتن، دنیا آیندمون بودن خیلی خوب، یعنی چیز خوبی نیست. من اینم دوباره میگم 100% نمیگم، یه تایمای خوبه ما به گذشتمون برگردیم، یه تایمامون خوبه ما به آرزوهای آیندمون فکر کنیم. درسته در حال بودن چیزی که ما باید تمرین کنیم، ولی این 100% برای هممون پیش نمیاد. ولی همین گذشته بودن و این چیزا که توی مستند داره به من کمک میکنه، باعث میشه یه جورایی میگم حال و هوا یه جورایی چیزایی که بوده خوب بوده، و حتی میتونم بفهمم که اون موقع چی بود، الان کجا اومدم، یه جورایی حسامو مزه میکنم قبل چی بود الان چی بود. خلاصه ممکنه هیجانش این نباشه که رو موتور باشه، سرعت نمیدونم 140 دقیقم سرعت نمیگم، چون الان تلفن ها مامانم دختری گلم این کاری که کرده بودی من هنوز دارم میکنم، یا نمیدونم با شوهرم فارسی بلد نیست. بعد واسه همین این هیجانش اونقدر نیست، ولی توی زمینه خودشناسی و زمینه خودم خیلی 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 برام خوبه. و خیلی من دارم کتابم مینویسم، تا چند روز پیش به مدت نمیدونم یک سال پیج 54 بودم، ولی به خودم قول دادم هر روز شده یه صفحه بنویسم، الان فکر کنم به 56 رسیدم. هر روز دارم مینویسم، کتاب خودم هم دارم مینویسم، در حال حاضر نسخه انگلیسیشه، به احتمال خیلی زیاد حالا اگه مادر لطف کنن به من کمک کنن به فارسی ترجمهش کنن. من فارسی خیلی خوب بلدم حرف بزنم، ولی کتابیش من موقعی که بخوام کتابی بنویسم یه ذره جملهاتش چیز میشه، بعد املام هم که من اوایل دوستان غلط املایی ازم میگرفتن،
یعنی موقعی که من یه جمله می نوشتم بچه هم اصلا می گفتن 19, 18, 17, 4 و 5 هم شده بودم. واسه همین خیلی تلاش نمی کنم فارسیشو. مادر اگه به وقت داشته باشن و لطف کنن می تونم فارسی اینم بنویسم، ولی کتاب هنوز یه تایمی می بره. خیلی مستند و کتاب و این برنامه ها قراره که چقدر مشتاقم هم مستند ببینم هم کتاب بخونم و مطمئنم خیلی دیگه از هموطنانم هم مشتاقن. چند تا نکته خیلی خوب گفتیم در مورد آرزوها. الان اگه شما بخواید توصیه کنید به حالا دختر خانم‌ها و بانوانی که حالا یا الان آنلاینن یا بعد توی آی جی تی وی می‌بینن برای رسیدن به آرزوهاشون، چه توصیه بهشون می‌کنید؟ ببین، اول از همه این توصیه که دارم میکنم فقط به دختر خانوما نمیکنم، به خاطر اینکه به پسرا، به آقایون خانوما، به بچه ها، به اونایی که کم سن و سالتر به همه دوستانی که اینو قراره بشنون میگم، هر جایی از زندگیتون هستین فرقی نمیکنه تو هر شرایطی. چون اصولا موقعی که من حرف میزنم خیلی از دوستان شنوندمون که ایران هستن سری خودشونو میبرن تو قالب شرایطی الان هستن. ببینین، آرزو احتیاجی نداره توی قالب و شرایطی قرار بگیره. آرزو یه چیز فوق‌العاده‌ایه که یه حس نشاطی بهتون میده و یه چیزی که میخواییم بهش برسیم، یه هدفی که همونجوری که تو خیلی جاها گفتم این راهی مسیر زندگیتون رو دارین میرین، آرزو مثل این چراغایی میمونه که تو این مسیرتون هست، شما میبینین و به عشق اون نور به اون مسیر حرکت میکنین. پس بنابراین آرزو رو تو قالب شرایط نذارین، تو قالب پول نذارین، تو قالب من الان اینجام کارم اینه نذارین. این اجازه رو به خودتون بدین که آرزواتون فراتر از همه این حرفا باشه. مثلا اگر شما الان توی کوچکترین دوستایی که حتی اینترنت هم به زور داره نشسته باشین و آرزوتون باشه برین ماه، نه به خودتون بخندین، نه فکر کنین چیز خیلی عجیب غریبیه. اجازه بدین آرزوتون تا اونجایی که میتونه و خوشحالتون میکنه پرواز کنه. حالا توی بحث آرزو که میاد، که خیلی ها میگن این آرزوه یا تخیلات یا چیزهای مختلفه، من اصلا برای مهم نیست. تخیل، آرزو، هر چیزیه، یه حسیه که اومده تو ذهن، تو وجوده، و اینم من خیلی بهش معتقدم. اگر نمیتونستی انجامش بدی وارد ذهنت هم نمیشد. تنها چیزی که باید انجامش بدی اینه که به خودت اعتماد داشته باشی. ببین، من اینو همه جا میگم، موقعی که ما بفهمیم به عنوان انسان ما چه قدرت هایی رو داریم از خودمون میترسیم. اگه بفهمیم حرفی که زده میشه، کاری که ما انجام، حرفی که از ذهنمون میاد بیرون قدرت این رو داره که انجام بشه، ما هممون فکر میکنیم ما سوپرمن و ابرقدرت یه چیز عجیب غریبی داریم. ببینیم، پس بنابراین حالا یه کاری بکنیم به آرزوهاتون. آرزویی که دارین، مثلا میخواییم برین ماه، این آرزو رو بذاریم آرزو گندهی که اونجاست. برای رسیدن به اون آرزو، آرزو و استپای کوچولو 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 تری داشته باشین. چون موقعی که به آرزوهای کوچیکترتون میرسین، یه اعتماد به نفسی به خودتون خواهیم داشت، حالتون بهتر میشه، میگین پس من میتونم. این من میتونمه کمک میکنه که از اونجا بریم مرحله بعدی. مثلا من موقعی که ایران بودم، لیسانسم و دانشگاه قبول شدم، گفتم من میتونم، لیسانسم رو گرفتم، گفتم من میتونم. من درس من تو ایرانم کار میکردم، وقتی دانشجو بودم همه دوستان میرفتن نمیدونم سینما چیپس و پفک میخوردن، من میرفتم توی مجله کار میکردم به عنوان مارکتینگ. هنوزم بچه ها به من میخندن که من رفتم توی یه دونه کمپانی کار کردم که درهایی میفروختن که تو آتیش سوزی نمیسوزه. چند سالتون بود؟ 18 دقیقا همون سنی منم سنی کردم، کاملا درش میکنم. البته من زمینه یه کاری رو اینو میگم بهتون، همه تون بخندید. من زمینه کاری تو میدونم که میخواییم بگید کلی تو مشتارم بگید. من دو تا داداش دارم، میلاد و پوریا. میلاد از من یه سال بزرگتر، پوریا از من 3 سال بزرگتر. ما سه تا
اون تایمایی که جنگ و دعوا داشتیم رو به هم دیگه میگفتیم که بیا تو اون اتاق ما تا میتونیم همدیگه رو بزنیم، چون هر ستا اونم کاراته میرفتیم، من و میلاد کمربند مشکی، پوریا اون توپل مپلمونه که بهش میگیم بودای خندان، همش در حال لبخند زدن، اون کمربند قهوه‌ای هم اون که اصلا پایین تر بود ولی مشت میزد تا مدت ها یادت میمون، به جز اون موقعی که داشتیم همدیگر رو نرمش میدادیم و اینا، ما خیلی همدست بودیم سه تفنگدار. ما یه روز تصمیم گرفتیم در سن نمیدونم چند ساله بود، فکر مثلا من 6 سالم بود، میلاد 7 سالش بود یا کوچیک‌تر یا پوریا مثلا 3 4 سال، تصمیم گرفتیم خوراکیامون رو باهاش بیزینس کنیم. رفتیم جلوی در خونه یه دونه دو جرفامون رو پارک کردیم، پفکامون و شکلاتامون و اسمارتیزامون رو هر چی داشتیم گذاشتیم توی یه سبد، سه تام کنارش وایسادیم، گفتیم ما می‌خوایم اینا رو بفروشیم و بیزینس کنیم. که و جالب اینه که مامان من، مامان و بابام و داییم و پدر بزرگم و مادر بزرگم اینا هیچ موقع به ما نگفتن این چه کاری داری میکنی ای وای زشته، و تازه همه اون اومدن یه پولی هم به ما دادن، یه پفکی هم از ما خریدن، یه ما روز بکردیم ما پول در آوردیم، چقدر هم احساس فوق‌العاده بود. الان فکر میکنم اصلا ما پیش خودمون چی فکر کرده بودیم، یه جعبه گذاشته بودیم با دوتا پفک. ولی اون کاری که خونواده کرد باعث شد که اون احساس رضایتی که ما به این کارو میکنیم و خیلی تقویت کرد. اولین حقوقی هم که من گرفتم در سن یادم نمیاد 10 یا 14 بین این چیزا بود، به عنوان مربی کاراته بود، چون من اولین زن استان گیلان و مازندران بودم که کمربند مشکی کاراتمو گرفتم، اولین دختری بودم. و به خاطر اینکه کلاسای دخترونه وجود نداشت، کلاسا همه پسرونه بود، چون من دوتا داداش داشتم با دوتا داداشام میرفتم کلاس پسرونه، من تنها دختری کلاس بودم. که الانم یه کسی به من مسیج میده، دایرکت میده، میگه ما تو کلاس کاراته با هم بودیم، میگم کتک خوردی یا نخوردی؟ که یکی برای من زده بود که اینقدر دست من کتک خورده، گفتم اینا رو اصلا توضیح نده، همونجوری دایرکت به خودم بده، من خودم میشنوم اینا رو. خلاصه اون اولین حقوقم بود. ولی من توی خانواده ما هیچ موقع کار کردن چیز بدی نبود، با اینکه اینم خیلی ها پرسن در مورد وضعیت خانوادگی من. ببینید من نمیگم خانواده پولدار خفنی داشتم و نمیگم خانواده ای داشتم که خیلی باید کار میکردم که زندگی راحتی داشته باشم، چون از هر دو طرف پدر بزرگا خیلی به نام منطقه بودن و از یه راحتی و یه سطح زندگی برخوردار بودن، ما خوشبختانه این به همون رسید. ولی طرز فکری که توش بزرگ شدیم، طرز فکر من بهش میگم اصیل، به خاطر اینکه همه میخواستن برن آخرین مدل کفش و لباس رو بخرن، مامان من میگفت خیلی چیزای واجبتری که این دنیا وجود داره بیشتر از اون کفش و لباسه، من ترجیح میدم تو سفر بری، ترجیح میدم کتاب بخونی، ترجیح میدم انواع مختلف کلاسا رو بری و پولات رو تو اون زمینه خرج کنی که یه چیزی بشه. و یه چیز جالب، مامان من هیچ موقع برامون موقعی که کوچیک بودیم تولد نمیگرفت. میدونی چرا؟ میگفت همه ی آدمای این دنیا، نه آدما، حیوونا، حتی حیوونام نه، حشرات، حتی مگس و پشم یه روزی به دنیا میان یه روزی میمیرن. موقعی تولدت رو جشن بگیر که حضور در این دنیا یه تأثیر و تغییری تو این جامعه و تو این دنیا ایجاد کنه. میگفت همین که به دنیا اومدی همه میگن وای پس چی؟ مگه کاری کردی تو این دنیا؟ البته تقریبا مثل میشن ایمپاسیبل بود، در کودکی تو همش فکر می‌کردی باید یه کاری بکنی که همه بگن هورا الان به دنیا اومدی. الان که بزرگتر شدم میفهمم این موضوع رو، ولی همه اینا تو بک‌گراندای ذهنیمون بوده و هست. و اینکه ببینین این دادم بعد سوال چی بود؟ اینقدر که رفتم آها، به زمینه کاری. این کاری که من می‌کردم درهای نسوز بود که اصلا همه دوستان تا همین امروز هم به هم میخندن، میگفتن مثلا خونه آتیش گرفته، تمام خونه سوخته، فقط دره مونده، تو هم تبلیغ میکنی میگی اون دره نسوزه، میگم واقعا این جریان درهای نسوز چیه؟ این داستانی بود که کار کردن، این آرزوها
باید شما برنامه‌ریزی کنید برای اون هدفتون. موقعی که فوق لیسانس هم موقعی که فوق لیسانس هم گرفتم گفتم من میتونم، موقعی که دکترام من میتونم. این من میتونم ها رو تو زندگیتون مشخص کنید. این من میتونم ها باعث میشه که با قدرت بیشتری به جلو حرکت کنید. کارتون و حالا آرزوهایی که دارین، آرزوتون رو می‌نویسین. مثلا آرزو، یکی از آرزوهای من داشتن این برند لباس بود. برای همچین آرزویی من باید میرفتم یاد میگرفتم، نوت نوشتم که من موقعی که میتونم باید برم درسی که بخونم که رفتم، باید پول در بیارم که بتونم این استودیو و ورکشاپ و اینا پول در بردم، باید جاهای مختلف شرکت کنم. اینا رو دارم با دیتیل توضیح میدم چون باید. آرزو فقط یه چیز تخیلی احساسی نیست، آرزو منطق داره، آرزو چیز داره، پروسس داره، آرزو چیز داره، مرحله به مرحله باید قدمهاتون مشخص باشه. اینجوری گفتم خب اینا انجام میدی دونه دونه. اینجوری هم نیست که بگی آرزو، آقا من به آرزوهام نرسیدم، مگه شما تلاش کردی، مگه قدمات رو برداشتی. اینا من تگلاین برندم Made of Dreams، یعنی ساخته شده از آرزوها. و من فکر میکنم، من همیشه میگم مارال مجموعه از آرزوهاشه که میخواد بهش برسه. مارال عاشق رنگه، مارال عاشق زندگیه. یکی از چیزهای خیلی کلیدی همون آرزوهاست. یعنی اگر شما تکلیفتون با خودتون و آرزوهاتون مشخص نیست، اگه صبح از خواب بیدار میشین اونقدر انگیزه و آرزو ندارین، دوباره برگردین بخوابین. تو خواب بودنتون برای خودتون و دنیا چیز بهتریه. اگه نه، همین الان من عاشق کاغذ قلمم هستم، بنویسین آرزوهاتون چیه. اون آرزو قلمبهه که خیلی دلتون میخواد بهش برسین چیه، اون آرزو اولیه، دومیه، سومیه. اینا رو هم که نوشین یه وقتی بذارین با بولت پوینت نقطه 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 بذارین جلوش، بنویسین چه کارهایی باید بکنین. و موقعی هم که دارین این مراحل رو انجام میدین، لطفاً به مغز و ذهنتون بگین ساکت، که نگه بهتون آقا نمیتونی. ساکت اگه دیدین زیادم پرت میزنه یه کوچولو بی‌تربیت شد، یه کوچولو اینا رو انجام بدین. و اینکه یه هر جایی هم که این حس اومد براتون که میگین آخ نمیشه، الگوهایی داشته باشین، بگین این آدم تونسته. سعی خودم رو میکنم که خیلی ساده، صادقانه و خالصانه بیام بگم. چون ببین هممون کتاب های مختلف خوندیم و کتاب هایی هم که میان مثلا یهو یه سری کلمات قلوم به سلوم به کار میبرن ما خیلی خوشم میاد، انگیزه دقیقاً. ولی واقعیت اینه، ما این تجربه‌ای که من الان براتون گفتم هممون تجربه میکنیم تو زندگی. یعنی حالا چون من رفتم کل دنیا نه 112 تا کشور رو تا امروز دیدم، تجربه های من مدل خودمه، ولی حس شبیه همون تجربه‌ای که شما دارین در مورد یه مسئله دیگه از زندگیتون میکنید. مثلا همین وقتی که ساده بیان میشه خیلی ها میتونن این رو باهاش ارتباط برقرار کنن. منم واسه همین سعی میکنم تا اونجایی که میتونم خیلی صادقانه و خوب و اینجوری بتونم در اختیارتون قرار بدم. خیلی ممنون، مرسی. من یه سوال چالشی آماده کردم بپرسم. اگر برگردید به گذشته و اینکه بخواید یه کاری رو که قبلا انجام بدین و حالا پیدا کنید و اون کار رو یا انجام ندید یا به یه شکل دیگه انجام بدید، اون کار چیه؟ عوض نمی کنم هیچ رو و هیچ کاری رو مدل دیگه انجام ندیدم. بخواد ببین الان در جایگاهی هستم، حس و حال خوبی دارم. حس و حال خوبم به این خاطر نیست که حالا کار عجیب غریبی انجام دادم. حس و حال خوبم به این خاطره که یه جورایی با خوب و بد و چیزایی که بوده یا اصلا این مرحله که الان هست راحتم. خب تمام اون کارهای بد و خوب به چش خودم، درست و نادرست به چش بقیه، و با موفقیت، با سرانجام خوب، با سرانجام عجیب غریب و بد، تلخ، شیرین،
کاری که خودم انجام دادم اون موقع گفتم وای بر من، اصلا من چی فکر میکردم این کار انجام دادم، یا کاری رو انجام دادم که تمام اجتماع به من لیبل میزدن میگفتن دختره رو. همه اونا باعث شده الانی که هستم باشم. پس بنابراین اگه به من تو گذشته میخوام عوض کنم، چیزی رو نمیخوام عوض کنم، چون با الان و حالم اوکیم. هر چیزی تو اون گذشته عوض میشد یه چیز منو تو الان من تغییر. و بنابراین اون موقع ها، یعنی موقعی که تو اون کار بودم یه کار رو انجام میدم، خودم فکر میکردم که کار بدی انجام دادم یا که کار نادرستی، یا بقیه میگفتن حالا این حالا اسمشو شکست میذارم، تجربه هایی داشتم که خیلی خوشایند نبود، اون موقع ازم میپرسیدی آرزوم این بود که منو یه ماه برگردونی عقب، یه سال برگردونی عقب، دیگه اون کار رو انجام ندم دیگه اون. ولی الان به اون جایی رسیدم که میگم این مارال مجموعه همه اون تجربه هاست. چه زیبا. الان میخوام میگم به احساس اون، بر اساس اون تجربه ها الان تصمیم میگیرم برای عمل کردم و رفتارم از الان به بعدم. یعنی میگم طبق تجربه‌ای که من داشتم و اون تجربه‌ای بود که این چیز رو نبوده، مثلا تجربه‌ای بوده که به اون چیزی که میخواستم نرسیده، اون رو عوض نمی‌کنم در گذشته، این رو عوض می‌کنم در آینده که چیزی که میخوام در آینده انجام بدم تجربهش متفاوت باشه، ولی از گذشته چیزی رو عوض نمی‌کنم. و یه چیزم بگم، به اینم باور دارم که یعنی یه قانونه، ما گذشتم رو واقعا نمیتونیم تغییر بدیم، حتی این شانس رو اگه بخوان بهتون بدن که تغییر بدیم، فقط در مورد چیزهایی رو تغییر باید بدیم که یه جایی اگر باید میگفتیم یکی رو دوست دارم و نگفتیم، برگردیم به عقب و بگیم. اگر یه حس خوب میتونستیم به یک کسی بدیم و ندادیم، اون رو باید بدیم. یعنی تمام اون چیزهایی رو که در گذشته اگرم بهش فکر میکنین که تغییر میشه داد، که این کار رو تو رفتارهای آیندتون بکنین، عشق دادنه، محبت کردنه و سلامتی خواستنه. بقیه چیزا هر کاری هم کردین، ببخشید برای کلمه‌ای که به کار میبرم چون خیلی عامیانه است میگم، هر گندی که زدین یه راه حلی توش وجود داره و انجام شده تموم شده، انقدر انرژی روش نذارین، ادامه‌ش رو بریم. چقدر عالی. حالا در مورد این گذشته گفتیم و در مورد این که حالا سعی کردیم وصلش کنیم به شکستا، تا حالا وقتی تو زندگیتون بوده که تاریک بشه همه چی، بعد ببینید هر چی تلاش میکنید کار جلو نمیره، کلافه بشین؟ چون میدونید دینم از چه دید میپرسن، الان خیلی از مردم ایران نامیدن و خیلی از مشکلات و حالا اتفاقی که افتاده گله میکنن، و بعضی وقتا من میشنوم میگن من هر کاری میکنم کارم جلو نمیره. میخوام اینم شما تو شرایط چجوری عبور کردید، چجوری اون لحظه تونستید به خودتون بگید که من میتونم؟ این شرایط شرایطیه که فقط صرفا مال ایران نیست. خب و اینم من توضیح بدم برای تمام کسایی که تو ایران هستن، کاملا قبول دارم و خیلی خیلی آرزو میکنم و دعا میکنم و میخوام که شرایط همتون روز به روز بهتر بشه. تو نمیشه اینو نادیده گرفت، مردم شرایط سختی دارن، اینا رو همه رو میفهمم. پس بنابراین فکر نکنید من رفتم رو منبر از یه جایی گرم و نرم دارم حرف میزنم و این است. کاملا میفهمم. ولی اینم باید در نظر داشته باشید، هر جایی از دنیا بودن طبق جایگاه جغرافیاییتون و هر جایگاهی از زندگیتون که قرار دارین، شما یه سری جاها دارین، یه سری نقاط مثبت داره و منفی داره. ایران شرایط سخته، کار نیست، پول سخت در میاد، ولی شما خیلی چیزهای دیگه ای دارین که آدمایی که خارج از ایران هستن ندارن. و خارج از ایران بودن، لطفاً به پیجا و استوریا و چیزای مختلفی که میبینین نگاه نکنین. باور کنین دنیا گل و بلبلی نیست که شما میشنوین. من خیلی سعی میکنم واقعیت دنیای مجازیم به واقعیت زندگی نزدیک باشه، ولی هنوز 100% نیست. شما براتون ولی خیلی نمیذارم نشستم.
آره ولی براتون استوری نمیذارم نشستم دارم زار میزنم، یا براتون استوری نمیذارم نشستم میزنم تو سرم میگم وای بر من الان باید چی کار کنم، یا این لحظه ها رو منم دارم به عنوان یه آدم، همه دارم. اون لحظه های تاریکی هم که ازش نام بردیم همه دارم. خوشحالترین، پولدارترین، قدرتمندترین و هر چیزی که شما فکر میکنین اونجا اگه شما برسین دیگه تمومه و به همه چی رسیدین، اون آدمایی که فکر میکنین به اونجا رسیدن اونا هم دارن. پس بنابراین کار ما جنگیدن با این تاریکی و با این مشکلات نیست، کار ما یاد گرفتن از گذشتن از این تاریکی ها و مشکلاتیه. کاری که من اصولا انجام میدم، من قبلا هم داشتم و قبلا خیلی شدیدتر داشتم، من یه تایمی از زندگیم اصلا از عکس العملای خودم شروع کردم ترسیدن، یعنی از یه تایمی از زندگی موقعی که داون می شدم، موقعی که خوشحال بودم سوپر خوشحال بودم، یعنی اصلا رو آسمونا بودم، موقعی که ناراحت می شدم انقدر داون می شدم که فکر می کردم آخر دنیاست، و اون موقعی که اون تعادله نبود، و موقعی که اون تاریکی می اومد سراغم همه چی رو زیر سوال می بردم. دقیقا اون گالیوره بود، کارتون من می دونم دنیا قرار زیر و رو بشه، من می دونم هیچی قرار نیست بشه، اون گالیوره می شدم که تمام دنیا اینجوری اونجوری، همه چی داغونه، من حالم خوب نیست، زندگی اینجوری، زندگی اونجوری. بعد موقعی که به خودت اجازه نمیدی وارد این روند شی، به خودت پروبال میدی اینجوری باشی، never ending، هیچ موقعی که تموم نمیشه. کاری که من حالا یاد گرفتم چند سال گذشته و الان با خودم و با اون تاریکی ها بکنم اینه که اولندش که ببینم و اون تاریکی ها و مشکلات و سختی ها رو به عنوان بخشی از این زندگی قبول کنم. شما هر چیزی رو بخواین چشتون رو روش ببندین و کاملا حذف کنین، قدرت بیشتری پیدا میکنی که بیاد قرص بخورتتون. پس بنابراین حذفش نکنین، بپذیرین. پذیرفتن یکی از بهترین حربه هایی که میتونین استفاده کنین. وقتی که میپذیرین و میبینین و به این تاریکی ها و سختی ها میگی آقا جون من میبینمه، میدونم هستی، ولی ما با هم تو یه تیمیم، بیا ببینیم چی کار میتونیم بکنیم. این باعث میشه که حالت خیلی حال بهتری بشه، به جای اینکه مشکلا بیاد، سختی ها بیاد، خودت هم یه پتک برداری بزنی تو سر خودت، باعث میشه که این پتک رو دستت بگیری، شروع کنی دونه 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 راهو برای خودت هموارتر کردن. این چیزی بود که من بعد از کوبوندن این پتک هر روز به سر خودم یاد گرفتم که آقا با این پتک میشه کارهای دیگه هم کرد، سر بیچاره خودتو ول کن. بعد قبول کردنی که سختی ها وجود داره باعث میشه که به خودت نگی من بدبختم، من زندگی اینجوریه چون تو ایرانم اینجوری شد، چون ننه بابام این بودن اینجوری شد، چون شوهرم این کارو کرد اینجوری شد، چون شرایط. نه، یاد میگیری با دیدن این سختی ها و پذیرفتنش جز بخشی از زندگی، یاد میگیری مسئولیت پذیر باشی، یاد میگیری بگی من یه کارایی تو زندگی میکردم و با یه شرایطی به دنیا اومدم، اینم الان شرایطی که توش هستم. من ببینید توی تمام سخنرانی هایم که میکنم، من بالای منبر قانونی هم میرم، آقای ایمان جان من فقط اینجوری نیست، من قانونی هم ازم دعوت میشه برم بالای منبر، بالای منبر میرم و اینجوری صحبت ها و اینا بخار. من چون میدونم شما سخنران تدکس هم هستین و توی بیروسی هم به عنوان صدبانوی برتر تصویر گذار شدین و جای مختلف سخنرانی کرد، من اینو یه پرمتر کنم کنم این شانس من اینجا. ببینی ایمان، اینا من خیلی کوتاه بگم، موقعی که من دعوت میشه ازم برای لایف، اینجوری نیست که بخوام بگم با تو لایف میذارم با تو نمیذارم، اینجوری میکنم اونجوری نمیکنم. وقتی برای من دعوت میشه برای لایف، برام مهمه که این شخصی که میخواد با من صحبت کنه، اولا که خودش آدمیه، من جاج نمیکنم بعد خوب آره یا نه، چون هر کسی تو جایگاه خودش وجود داره. ولی موقعی که بهت گفتم بله و ببخشی که چند هفتم طول کشید چون لایوایی که قبلا گفته بودم بله بعد انجام میدادم، برام خیلی مهمه که بسیار آدم ارگانایزی هستی، تو من توی کلاب هاوس که میام، مایی که لطف میکنی دعوتم میکنی، اولا که خودت میگم
کلاب هاوس نیستم، ولی موقعی که ایمان میگه میام و هستم و و اینکه آدم مثبتی هستی و آدم خوش فکر و خوش قلبی هستی. چون ببین همین سوالایی که داری ازم میپرسی، وقت گذاشتی، تایم گذاشتی، و این برمیگرده به مهارت مدیریتی که داری. پس بنابراین میدونستم که میخوام باهات لایو داشته باشم. یه لایوی میشه هم برای خودم یه سری چیزا رو تکرار میکنم و برام خوبه، و هم کسایی که میخوان بشنون. پس بنابراین اینجوری نیست که بگم من اومدم، یا این که بگی که اومدم این تایمو در اختیار قرار دادم. من از تو تشکر میکنم که تو هم و اصلا این تایم رو ما با هم گذاشتیم که بتونیم این صحبت ها رو کنیم. و توی اون میگم موقعم که میرم سخنرانی میکنم، میرم قانونی رو منبر، همیشه میگم انسانی که تو این دنیا میاد دو تا شرایط هست براش همیشه. یکی شرایطیه که تغییرش دست خودش نیست. کجا به دنیا اومده، مامان باباش کیان، رنگ پوستش چیه، قد و قوارش چیه، مدلش چه جوریه، و یه سری چیزهای تغییر ناپذیر، به چه زبانی حرف میزنه، در بدر به دنیا اومدن، چون اینا رو بعد میشه تغییر داد. با اون چیزایی که به دنیا اومده و یه سری چیزاش واقعا غیر قابل تغییر نیست، بعد میاد چیزایی که دست خودش رو قابل تغییره. یعنی میخواد کی باشه، چقدر درس بخونه، چقدر یاد بگیره، چقدر به خودش برسه که سالم باشه. این حالا دوستان عزیز و خوشگل و زیبای ایرانی اومدن یه سری چیزایی دیگه هم که ما همش میگیم غیر قابل تغییره رو همه رو یه تغییری توش دادن. دماغ اینجوری، چشا گرگی، لبا قشنگ، اونا قراره چیزهای غیر قابل تغییرتون باشن، ولی شما خیلی تغییردارش کردین، مخصوصا تو ایران. ببین وقتی که میدونین چیزهایی که غیر قابل تغییره، از یه تایمی به بعد دیگه نمیگین آخ هی گیر بدین بهش. آقا چیزی که نمیشه تغییر داد انرژی اینقدر روش نذارین، چون انرژی میذارین به جایی نخواهید برسید. وقتی که سعی کنین یه صلح و آرامش رو باهاش برقرار کنین. شما کجا به دنیا اومدین و لهجتون و رنگ پوستتون و مامان باباتون چیزای غیر قابل تغییرتونه. سعی کنین دوستش داشته باشین، یه راه حلی پیدا کنین که اون آرامش رو داشته باشین. ولی چیزای دیگه‌ای که دست خودتونه و ما همیشه هر چیزی که تو این دنیا ازش آسیب می‌بینیم و بهش نمی‌رسیم، مال قسمت اوله نیست. ما همه رو کانفیوزیم، ما همه رو قاطی میکنیم، ما مال قسمت دومه است. مال اینه که ما موقعی که باید درس میخوندیم فوتبال بازی کردیم. ما حالا درس خوندنم اینقدر تاکید میکنم، حالا درس خوندن منظورم درس و دانشای نیست، منظورم یاد گرفتن و بزرگ شدن، و منظورم علمیه که به خودمون میدیم. چون علم کمک میکنه که شما چجوری یادت میده که چجوری توی یه مسائل چجوری برخورد کنی، یادت میده که چجوری پول در بیاری، یادت میده که بلد باشی چیکار کنی تو زندگیت. اون رو اگه نرفتی یاد بگیری، اگه دو تا کتاب نخوندی، اگه دو تا کلاس نرفتی. من یادم میاد دوران بچگی مادر ما رو از این کلاس برمی‌داشت تو کلاس اونوری، ما اصلا فکر می‌کردیم زندگی فقط کلاسه. از نقاشی برو کلاس زبان برو. من تو سه ماه تابستون هر سه ماه تابستون یه کلاس جدید. دقیقا اصلا مادر نظرش همیشه این بود که باید یه زبان دیگه بلد باشی. حالا بیشترم بود اگه اجازه به، یعنی اگه اجازه، نه اجازه مام دست مادر بود، اگه خیلی استعداد از خودت نشون میدادی میگفت شما 15 تا زبان رو کم کم باید حرف بزنی. ما یه ذره خودمون میزدیم به خنگی که با همون زبان اکتفا کنه. و مثلا میگفت زبان‌های مختلف باید صحبت کنی، میگفتن که یه ساز باید بزنی، میگفتن که باید یه تایمی کتاب بخونی. ما اصلا، من هیچ وقت تو زندگیم ویدیو کاست میگن، از این دستگاهی بود که ویدیو میذاشتی، ما هیچ وقت نداشتیم. نوار ویدیو اصلا اون دستگاهشو یه چیزی میگن که خود ویدیو که باید نگاه میکنیم، ما هیچ وقت نداشتیم. و همین الانش هم خیلی ها میان یهو مثلا میگن اون خواننده و اون آهنگ، اون فیلم سینمایی فلان، این من واقعا اسماشون اگرم شنیده باشم یادم نمیاد. و اوایل جایی احساس میکردم موقعی که جوان‌تر بودم، 18 19 سالم بوده، خجالت میکشیدم که من هیچ خواننده معروفی رو نمیشناختم.
یا هیچ هنرپیچه عجیب غریبی رو. ولی الان میدونم که نمیشناسم، چون من یه تایم کوچیکی از زندگیم که همه داشتن با مایکل جکسون رفت میرفتن، من داشتم سعی میکردم تار بزنم که هیچ موقع تارزن نشدم، چون همیشه یادم میاد میرفتم سر کلاس استادم آقای بهمن سپهری، عمو بهمن بهش میگفتیم، عمو بهمن مثلا گفتم عمو بهمن ببین ناخونام چه خوشگله، درستش کردم، لات زدم نگیرم، چون اگه بگیرم میگو آخه مارا جان با این تو نمیتونی سیما رو خوب نگه داری. میگفتم یه این باشه ببین آخه چقدر ناخونام خوشگله، با تارزن نشد. بعد کلاس مختلف نقاشی، هنر، نمیدونم یه ساعت توی جنگل راه رفتن، با طبیعت ارتباط گرفتن، طلوع خورشید بیدار شدن، اینا چیزهایی بود. حالا خب من خیلی مادر آگاهی داشتم که خیلی به هم کمک کرد، و اینا رو هم با دیتیل میگم. خانمایی که مادرین، آقایونی که پدرین، اینا رو شما باید از کوچیکی به بچه هاتون یاد بدید. دقیقا این چیزی که من دارم براتون تعریف میکنم، حتی یه بچه یک دو ساله هم قدرت فهمیدن زندگی رو داره. بهش اینا رو بگید. مثلا نگین قربون دست و پای بلوریت برم مثل نمیدونم مادر سوس به بچه سوس. بهش بگین این اینه، این اینه، شرایط اینجوریه، این چیزای خودتو واقعیتت بهش یاد بدی. حالا بچه دو ساله رو کلاس کار نبرسیم، ولی بچه دو ساله رو بهش یاد بدی. بنابراین این چیزهایی که دست خودتون رو غیر قابل تغییر هست رو شما باید تغییرش بدید. و هر چند سالی که دارید، 10 سالته، 20 سالته، 50 سالته، 70 سالته، 90 سالته که لطف کردی نشستی داریم لایو رو میبینی، دیر نیست. هنوز هم میتونی تغییراتی که باید رو ایجاد کنی. پس بنابراین شروع کن تمرکز کردن تو اون تغییراتی که میتونی انجام بدی و دست خودته. و این موضوع باعث میشه اون موقعی که به اون تاریکی‌ها، موقعی که به اون شرایطی که خیلی سخت میرسی، تمام اون نالجت، اون آگاهی ها و اون دانشت به کمکت بیاد. من تو شرایط سختم همین الانشم. خب الان مهارتم بیشتر شده، موقعی که سنم کمتر بود، تجربم کمتر بود، مورال جوونتر و اکسایتدتر و هیجان زده ای بودم، تو شرایط تاریکی اون پتکه رو تو سر خودم میزدم، به همه دنیا میگفتم بده، آخر نمیدونم اینجوریه، حال خودم هم بد میکردم، حال بقیه هم بد میکردم. هر کدومم یه تایمی داشت، یه روز، دو روز، 10 روز، یه ماه، بستگی به این داشت که حالم از چی خراب شده، از کار، از شکست، از نمره بده، از شکست عاشقی، از هر چیزی یه طولی داشت. بعد اون تموم میشد و دوباره وارد زندگی میشدم. الان اون کاملا هم نه، نمیتونم هیچی رو بگم 100%، تا چند درصدی مال تحت کنترل خودمه. و یه چیز خیلی مهم، وقتی که میپذیرین اون به عنوان یه آدم، میپذیرین که شما حق دارین حالتون بد بشه، یه اتفاقی میفته نگی نه من قبلیم، و لطفاً این رو عوض کنین. مرد که گریه نمی کنه، مرد باید قوی باشه، مرد باید اینجوری باشه، دختر قوی این کارو میکنه، نه آقا جون، اینا همه کلیشه هایی که کلمون کردن. مرد قوی، دختر قوی، مرد معمولی، دختر معمولی، مرد ضعیف، دختر ضعیف، احساساتی دارن که همشون دارن. آقا همه گریه میکنن تو شرایط، همه دردشون میگیره، میگن آخ، همه اتفاقی که میفته. اینقدر خودتون رو جاج نکنه روی این موضوع، چون وقتی که حالت بده، حال بد خودتو میپذیری، اینقدر بهت کمک میکنه. اجازه بدین این تایم هم بیاد، فقط یه کاری رو که بعد واسه خودتون بکنین، مخصوصا اگر از اون شخصیتایی هستین که حال میکنین نق بزنین. ببخشید از کلمات عامیانه به کار میبرم، حال میکنین بگین آخ من بیچاره یه بدبخته. خیلی هم زیاد داریم ها، یعنی تو این مسیر که میافتن شروع میشه. اگه همچین آدمی هستین، تایم بدین به خودتون، بگین من یه روز اجازه دارم هر مدر دلم میخواد نوحه بخونم و بزنم تو سر گله خودم، آخ من بیچاره یه بدبخت و زندگیمو. یه روز، حالا به نسبت خودتون اگه خیلی با نوحه حال میکنین، البته نمیدونم نوحه جنبه مذهبی بعدم داره، حق چیزه، قصدم توهین نیست، قصدم فقط استفاده کردن از اصطلاحه. اگه با این حالت حال میکنین در مورد خودتون، یه روز، یه ماه، هر چقدر فکر میکنی، ولی تایم بذاری. این تایم که تموم میشه،
بگین خب پاشو اینا بس. دیدین بچه‌تون موقعی که میفته یا یه دونه نمیدونم پفک میخواد چی میکنه گریه کردن، اولش میگه عزیز دلم اوکی باشه باشه، و بعد از 10 دقیقه میگی بس دیگه اینا. اون بس دیگه رو به خودتون بگین، پاشین شرایطو ببینین که چجوری این تاریکی و شکست رو به چیزای مختلف، به چیزای بهتر و سازنده. من موقعی که حالم خیلی خرابه، همم میخندن، من یه دوست خیلی صمیمی دارم سارا، کمی دیروز داشت به من میگفت، میگفت تو شرایط سخت جوونیمون، موقعی 20 سالمون بود، من حالم خراب میشد، میرفتم میرسستم تو یخچال همه چی رو میخوردم. من از اونایی بودم که هیچی نخوردم، به خودم گرسنگی میدادم، و جدیدنم یعنی یه ذره بزرگتر شدم، موقعی که حالم خراب بود شروع میکنم خونه زندگی جمع جور کردن. و این که همین دیگه، و اون حال و حس و قسمت تاریکی زندگیتون و یه چیزی که توش هستین رو به یه چیز سازنده تبدیل کنین. لطفاًم نگین تون حس حال بد و شرایط ایران و حالا نمیدونم اینجوری نگو نمیشه و فلان رو نگین. من کاری که ببین، من یه تایمایی به خودم یاد دادم، آموزش دادم حالم از نظر روحی خیلی بده، خونه جمع جور میکنم، نقاشی میکنم، یه کاری، یعنی اون انرژی رو به یه چیز سازنده تبدیل میکنم که بعدش هم حالم رو خوب میکنه، هم از این چیزی که خلق کردم خیلی خوشحالترم. حالا شما راه خودتون رو پیدا کنید، ولی اون مراحلی که خیلی توضیح دادم اونا همه مراحلشونه، و اینقدر دقیق گفتم که میخواستم دقیقا همه لایه‌هاشو درون خودتون حس کنید. نقطه. خب من سریع بگم، میدونم دیگه شما کار دارید و لایومون طولانی شد، سریع سعی میکنم سوال نهایی رو جمع‌بندی کنم. یکم برگردیم تو سفر. سفرتون خیلی پرهزینه بود؟ بله. ببین سفر من یه جاهایش خیلی هزینه زیاد داشت، و اونم قیمت بنزین، انتقال دادن موتور من از یه قاره به قاره دیگه، چه وقتی که اقیانوس وسطش من باید یه راه این بود که با کشتی ببریم که چندین ماهی طول میکشید، و به خاطر اینکه موتور با توی اقیانوس و رطوبت و اینا خیلی پیشنهاد نمیشه، چون موقعی که موتورتون به مقصد میرسه نه همیشه، ولی یه تایمایی امکان این وجود داره که خرابکاری ها و اتفاقایی که رو موتور افتاده باشه خیلی بیشتر از اون پولی باشه که سیو کردیم. پس بنابراین من موتورم رو با هواپیما فرستادم جاهای مختلف، بین 2 تا 3 روز طول میکشید، ولی بسیار هزینه بر بود. و سرویس کردن موتورم، هرچی موتور جیگول پیگول تر داشته باشین قیمت هزینه کردن شم و این چیزا گرون تره. یعنی اگه مثلا به جای موتور ساده یه دونه مثلا BMW باشه 100% راحتیش بیشتره، مسیرهای طولانی تر خیلی راحت تره، و اصلا این موتورها ساخته شدن برای جهانگردی. ولی خب موقعی که باید یه قسمتی از موتور رو عوض کنی یا هر 4-5 هزار کیلومتر باید کل سرویس موتور رو من انجام میدادن، که اون خیلی هزینه بر بود. یعنی جاهایی که یه قسمت اساسی موتورم باید عوض میشد تا سقف $7,000 هم من پول دادم برای یه دونه سرویس. بعد هر چند به نسبت لاستیکی که انتخاب میکنی که تو چه جاده‌ای داری میرونی، بین 4,000 کیلومتر تا 11,000 کیلومتر بعد لاستیک تو عوض کنی، و من 110,000 کیلومتر رفتم. اونم میتونیم حساب کتابش رو بکنی. و چیزهایی که دست خودم بود تا اونجا که میتونم بیارم قیمتش رو پایین این بود که تو چادر بخوابم، غذامو تا اونجا که میتونم رو موتورم ببرم برای خودم درست کنم. اینا هزینه‌ای بود که دست خودم بود میتونستم کنترلش کنم و بیارمش پایین، ولی هزینه زیاد رو موتور سواریم همینایی بود که گفتم، بنزین و تعمیرات و با پرواز موتور این ور اونور بردن. و یادم میاد یه دفعه آدمای مختلفی که در مورد همین موضوعی هست چت میکنم، تا اونجا که بتونم اطلاعاتو در اختیارشون قرار میدم که اگه اونا خودشون بخوان این سفر رو انجام بدن. اول اینم سری بگم، شما اگه عاشق سفرین و عاشق دیدن دنیاین، لزومی نداره مثل من به سیما آخر بزنید برین کل دنیا، کل 7 قاره، نه کل دنیا، کل 7 قاره رو برید، نمیدونم 60 کشور رو برید، نه. یا شما میتونین شروعش، چون هر چیزی تمرین میخواد، برای مثلا من 67 تا 64 تا کشور 67 تا کشور کنم، فکرم اول گفتم 64 تا
موقعی که داشتم شروع میکردم حرفم 67 با کوله پشتی 62 تا با موتور. به عنوان یک مادر پیشنهادتون به مادرها چیه که چه نگرشی رو تو خودشون قوی کنن که بتونن الگوی خوبی واسه فرزنداشون بشن بعدش به این برای تام کرد؟ البته اینم بگم توی لایف بعدی یا حالا کلاب هاوس دوستانی که میتونن بشن میتونیم حالا مثلا اونجا با بچه ها حرفم بزنیم و صحبتم بکنیم حالا یا لایف های بعدی هر جوری که هست یا خوب قصه نخوریم. ببین اول از همه من میخوام به تمام مامانا و تمام خانوما و آقایون، تمام پسر و دخترایی که میدونن بچه خیلی دوست دارن بگم لطفاً آگاهی کامل داشته باشین قبل از اینکه یه موجود زنده رو به این دنیا بیارین. و اینم به این دلیل نیست که من بگم وای سخته، نه، آسان‌ترین کار بچه دار بودن عوض کردن کنه با غذاش رو دادن و این چیزاشه، به خاطر این چیزاش نمیگم، ولی ما هیچ موقع به همون آموزش داده نشده که اصلا بچه داشتن یعنی چی. ما بچه های دوستامون رو میبینیم اونم یه ساعت دو ساعت یه روز دو روز چقدر گوگولی و نازن، ولی بچه دار شدن یه پروسه فکری عجیب غریب مال خودت. اول اگه خودت به اون جایگاه در زندگی نرسیده باشی که تا حدودی، نمیگم پرفکت، تا حدودی اون آرامشت رو پیدا کرده باشی، تا حدودی یه جورایی تعادل برقرار کرده باشی تو زندگی و تا حدودی یه پولی در آورده باشی که بدونی میتونی این رو هندل کنی، یه موجود عجیب غریبی که ما هیچ اطلاعاتی هم در موردش نداریم تا به این دنیا نیومده رو وارد زندگیتون کردن، دقیقاً عین هوی بمب اتم کار میکنه براتون. یعنی اگر شما ندونین دارین چی کار میکنین، بمب اتم کوچولو خوشگل رو میارین، حالا بیا جمعش کن. واسه همین به همه خانم‌ها و آقایون قبل از اینکه بچه داشتن میخوام این آگاهی رو داشته باشن. و آگاهی نمیگم برین کلاس کنه بچه رو چجوری عوض کنین، نمیگم برین چیزهای تکنیکالی اینجوری یاد بگیرین، ذهنی به خودتون بگین من دارم یه موجود زنده‌ای رو تو این دنیا میارم که تا آخر عمرم براش احساس مسئولیت میکنم و این احساس مسئولیت ترس داره، عشق خیلی زیاد داره، ناراحتی داره، خستگی داره، همه چی داره. موقعی که به همه اینا تیک آبی زدین، حالا سبز میزنین آبی میزنین نظر خودتونه، ولی تیک آبی اصولا هست، بعد این یه موضوعی که من میگم حتی اگر یه دونشو تیک منفی زدین نرین سراغش و اینقدر باید این قضیه جدی باشین. و بعدش اینجوری نیست که بگی من میخوام شوهرم نمیخواد، شوهرم میخواد من نمیخوام، نه، اگه شما به خاطر داشتن بچه به یه تفاهم نرسیم بهتره بچه نداشته باشیم. این اصلا مرحله اولشه و این چیزا چیزایی که من فکر میکنم حتی قبل از اینکه ازدواج کنین با هم مطرح کنین. وقتی که این بچه میاد، بعد میاد سراغ این داستان که حالا شما چقدر خودتون تو این زندگی بلدین که به این بچه یاد بدین. و اینم آموزش های خودتون از همین الان شروع کنین اگه بچه ندارین. کتاب بخونین، یاد بگیرین، خودتون رو بشناسین، محیطتون رو بشناسین، چون همه اون چیزایی که خودتون بلدین و یاد گرفتین رو شما به بچه‌تون انتقال میدین. پس بنابراین مامان و باباها، شما موقعی که تصمیم گرفتین بچه داشته باشین این قضیه رو بدونین و اینکه یه جاهایی هم میتونین از مثلا من خودم خیلی چیزا رو بلد نیستم چون حالا بچه نداشتم، ولی جاهایی که فکر میکنم باید یاد بگیرم از مامان خودم میپرسم، از مامان الکس میپرسم. خیلی سعی میکنم از کسایی که بچه بزرگ کردن بپرسم، نه از کسی که تو چیزه، چون ما اصولا میریم از دوستمون میپرسیم که اونم مثل ما یه بچه داره، بعد مثلا نظریه ها در همون حده. ولی وقتی بنابراین این سوالا رو بپرسین، یاد بگیرین و هر چقدر خودتون بیشتر بلد باشین میتونین به بچه هاتون هم خیلی بیشتر انتقال بدین. آخه مامی ویل گت یو دایناسور سوییت، آی ویل برینگ ایت فور یو. عالی بود، خواهش میکنم. ممنونم از تایم گذاشتین و تمام دوستانی که اینجا بودن و خیلی به نظر من پیشنهاد عالی بود سر صبح.
ما این کار رو انجام بدیم، چون همون جوری که دوستان توجه کردن اگه تو لایف های قبلی بنده دیدن، بنده به صورت خیلی شیک و مجلسی تری دیدم. یعنی اگر این قیافه رو که با هشت شب میخواستیم ببینیم، احتمالا این موها و اینا به این زیبایی و فرشی نبود. و این که یه جورایی من خیلی دلم میخواد این هشتگ رو شروع کنم که احتمالا برای پستای خودم میکنم، بزنین هشتگ من میتونم و شروع کنین شیر کردن داستانهایی رو که انجام دادین و اینو شروع کنین پخش کردن و شروع کنین به همه نشون دادن. چون تعداد آدمهای تو دنیا هر چی بیشتر بشه موفقیتاشون، این حس و انرژی جمعی که به خودمون میگیم ما هم میتونیم بیشتر میشه. اگر شما، نمیگم بیاین بگین آقا من کاری کردم، نه، ولی اگه فقط به این نگاه کنید که اگه مارال تونسته، یه دختر ایرانی تو ایران هم زندگی کرده، درسشو خونده، کاراشو کرده، خیلی چیزای شبیه میتونین با من داشته باشین که شبیه سازی کنین و بگین اگر مارال تونسته منم میتونم انجام بدم. فکر میکنم داستان مستند و کتاب و داستانگویی و رومنبر رفتنهای من به یه نتیجه خیلی خوبی رسیده. از اینکه با ما همراه بودید بسیار سپاسگزاریم. امیدوارم که نکات خوبی رو از این مصاحبه دریافت کرده باشید. ممنون میشم اگر سوال، انتقاد، پیشنهاد یا هر موضوعی در مورد این گفتگو دارید از طریق کامنت با ما به اشتراک بذارید. و همچنین اگر این گفتگو براتون مثمر ثمر بوده، با دوستاتون و عزیزاتون به اشتراک بذارید. شب و روزتون بخیر. سپاسگزارم.